من با شما کاملا موافقم. و اولین پیشرفتی که زنها میتونن بکنن به خصوص در حرفه های مردانه کمک و حمایت از همدیگه است. من همیشه گفتم یکی از سختترین و مشکلترین موانع و صدها جلوی ما برای پیشرفت زنان معمار بودن، نه آقایان معمار. و یه حالتیه که شما میدونین زنها رو مسابقه بود بین تک گروه هایی که وجود داشتن و برای همین الان دیگه اون موقعیت نیست و با حسادت و جلوی پای همدیگه سنگ انداختن هیچ کس به هیچ جایی نخواهد رسید. در هر صورت، در صورتی که اگر اینکه با همدیگه کمک کنن، دست همدیگه رو بگیرن و همدیگه رو بالا بکشن، جامعه هم خب به اونها کمک خواهد کرد و به یک طبقات بالاتری خواهند رسید. ولی من چیزی که میخوام به شما اشاره کنم، چون که اولش صحبت کردین که چرا وقتی از زنان اجازه میخوان که بیان صحبت کنن و یا در یک داوری و غیره شرکت کنن خیلی کمتر حاضر خواهم بود که این کار رو انجام بدن. والا ببینین هر چیزی یه مقدار تجربه لازم داره و ما برای خاطر اینکه جوانان و زنان جوان معمار رو به خصوص آماده کنیم برای کارهای بالاتر، برای معماری بهتر و با ارزشتر، مجبوریم یک زمینه و یک به اصطلاح سکوی درست بکنیم که بتونن همه همونجور که گفتین با برابری و یکی بودن خلاصه بتونن اینا شرکت کنن در مسابقه های مختلف و در پروژه های ملی. من میخواستم الان اینو اعلام بکنم که به خاطر اینکه ما از همون اول تجربه کردیم که مهمترین در حقیقت چیز برای یک جوان معمار اینه که تجربه، شناسایی و حمایت جامعه رو داشته باشه. صحیح. بنابراین با کمک دکتر محمد بلادی، دبیر اتحادیه معماری و شهرسازی ایران و حمایت دکتر مهربان و دانشگاه رازی کرمانشاه، در تدارک یک مسابقه هستیم که طرح برنده شده را برای یک سال موقتی در یک پارک عمومی ساخته بشه و نظیر گالری سرپنتین در لندن یه زمینه بشه برای آزمایش معماری نوین. چقدر فکر خوبی. شناخت جوانان معمار. بله، فکر بسیار عالی خانم حریری. من فقط باید عذرخواهی کنم چون زمانمون به شدت محدوده. من به بینندگان توصیه میکنم که از سایت شما احتمالا میتونن اطلاعات بیشتر در این زمینه به دست بیارن و احتمالا اطلاعات عمومیش خواهد بود. گیسو حریری معمار همراه ما و نگار حکیم محقق و استاد دانشگاه، سپاسگزار از حضور هر دوی شما در برنامه. سپاسگزارم. متشکرم.